چند ساعت بعد موسوی هم گفت ما هر جا که باشیم، هر کجا که باشیم، در هر مقامی که باشیم، هر روز رابطمون با ولی فقیه باید محکمتر و جفتر باشه. اون یارو طول سگ کروبی هم هر چینای دیگه بگرد میگه چشممون نمیگه. بیگفت از فاصله گرفتن دلهای دلسوزان نظام نگرانم. از فاصله گرفتن دلهای دلسوزان نظام نگرانم و اگر با یکدیگر متحد گردیم با توجه به شرایط کشورهای اطراف میتوانیم محور ثبات در منطقه باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه هممون با هم باشیم هر روز 14-15 تا بمب تو عراق، تو افغانستان، تو پاکستان، تازگی‌ها تو قزاقستان این ور اون ور هم منفجر میکنیم، همه چیزم به هم میریزیم و دوباره میتوانیم اربابامون بگن اینا با هم کنار اومدن 30 سال دیگه بمونیم. پیش آقا میریم میگیم این طول سگ چاقوکشه رو بندازش بیرون، موسوی هم بذار اون بالا و یه مقدارم برگردیم به آقای موسوی، خوشحال بشه به دوران امام، دوباره یک انقلاب فرهنگی و دوباره بزن و بکش و دوباره این گونه مثلا. این از هاشمی رفسنجانی، کسی که تو این شهر یه چیزی نزدیک 20-25 میلیون دلار در ماه داره خرج میکنه. نقش پسر جنتی در پولشویی عوامل سپاه پاسداران و انتقال آن به سوئیس، خوب توجه کن. به گزارش شبکه خبری العربیه، علی جنتی پسر آخوند احمد جنتی که سفیر جمهوری اسلامی در کویت است، بخشی از اموال سپاه پاسداران رو از راه قاچاق مواد مخدر به دست میاره، پولشویی میکنه و اون رو به یک بانک سوئیسی منتقل میکنه. اینا آخوندا دکانداران دین، اینا نماینده های اون الله بی همه چیز روی زمین هستن. پولشویی مواد مخدر و پول رو به سوئیس فرستادن. این پسر جنتیه، اون پسر رفسنجانیه، اون پسر واعظ طبسیه، اون پسر اینه، این پسر اونه. و اینا وقتی بگم کشورمون اشغال شده، کشف یک شبکه پولشویی وابسته به سپاه ترور و قاچاق سپاه پاسداران در کشورهای عربی خلیج فارس باعث یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی در این کشورها شده و شبکه تلویزیونی العربیه که به جزئیات بیشتری در این زمینه دست پیدا کرده در گزارشی گفت غیر منتظره نیست که در بحرین و کویت پرده از یک پروژه بزرگ و گسترده برداشته شود که سپاه پاسداران رژیم پخش مواد مخدر و پخش ارگان‌های بدن انسان، کلیه، قلب، مغز، بریم، آدمایی که می‌کشن اینا رو می‌ذارن توی یخچال‌ها و از طریق کشورهای عربی به مردم پولدار می‌فروشن. میگه همچنین غیر منتظره نیست که صحبت از دست داشتن شخصیت‌های عربی و شاید خارجی دارای نفوذ در این پروژه خطرناک به میان آید. سپاه پاسداران که از پایان جنگ ایران عراق به یک نیروی اقتصادی غول‌پیکر تبدیل شده و اقتصاد کل کشور را در کنترل داره، برخی از سران حکومت از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دخالت پاسداران رو در سیاست رو تا حدودی با هم اینا هم میگه همه با هستن در کویت اموال سپاه پاسداران رو پسر جنتی پولشویی میکنه و اونها رو به یک بانک سوئیس منتقل میکنه. در رابطه با وزیر بحرینی منصور ابن رجب نیز منابع مطلع گفتن که این مقام بحرینی هم در پولشویی اموال غیرقانونی حکومت اسلامی دست داشته و از فروش مواد مخدر توسط سپاه پاسداران که بخش عظیم مواد مخدر و هروئین رو در سراسر دنیا پخش میکنه دست داشته. اینم از این. هموطنان نازنین، در حالی که تمام تلویزیون ها با پولی که حکومت اسلامی فرستاد اینجا بود، چندین خواننده و بزن و به کوب و رقص و 14-15 ساعت اینو به درون ایران 2-3 بار فرستادند، این تلفن از ایران من بگیره. با شما هستم، عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید. درود باشه آقای دکتر سعید سکویی و درود می‌فرستم به بینندگان فرمر تلویزیون آریامر و تمام دستاندرکاران گرامی تلویزیون آریامر که تا به امروز این تلویزیون رو برای ما تونستن نگه دارن. اومدم دوباره خواهش کنم، می‌بینم امروز شما خیلی دارید حرف از این می‌زنید که من می‌دونم یا این چیز تلویزیونی رو
اصلا رژیم جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد که هیچ، دنیا هم تحمل نخواهد کرد، چون که قرار این تلویزیون آزادی رو به ایران برگردونه. تلویزیون های دیگه فقط میخوان برای ما اونجا CNN ها و فاکسیو دارن، اینجور تلویزیون های بزرگ میخوان باز کنن برای خودشون، قصد برگشت به ایران رو ندارن. بخاطر همین هم هستش که هر روز میشینن فحاشی به پادشاهان پهلوی میکنن، یا اینکه بتونن مثلا پرونده سازی این معامل میکنن که شاید رژیم پهلوی برنگرده. تا اینکه رژیم پهلوی برگرده، ما اینها رو توسط شماها که وطن پرست هستید، دبارون مرز دارید میکوشید و اینها رو لو میدین، توسط شماها به ایران خواهیم آورد، توی گونی میندازیم ایران و اینها رو محاکمه خواهیم کرد. و جرمشون هم این هستش که وطن فروش بودن، خائن بودن، و جرم یک آدم خائن دبارون مرز یا در درون مرز، جرمش هم فقط مرگ هست. خب بالاخره کوروش جان ساعت چنده اونجا؟ ساعت الان که من دارم با شما صحبت میکنم 3:02 شب هستش. 3:02. بسیار خوب کوروش جان، دیگه صحبت چی داری؟ چه خبرها هستش؟ این آتش زیر خاکستر، بچه ها دارن خودشونو شنیدم آماده یک حرکت دیگه میکنن، چه خبری دید؟ بله آقای سبکوی، بله بله، بچه ها از الان خودشون رو دارن آماده خرداد ماه میکنن، چون ما خرداد ماه رو در پیش داریم که از 18 تا 25 خرداد ناآرامی خواهد بود. ناآرامی هاش هم خیلی به شدت هستش، اگر که سرکوب نکنن، هر چقدر ما رو 30 سال 31 سال سرکوب کردن، ما سرکوب نخواهیم شد. همونطور که در تمام قرون اثر تاریخ ایران شما برید، ایرانی ها درست طی سالهای مثلا سرکوب شدند، در دوران پیشدادیان، در دوران مثلا حالا مثلا دخواه کمده کرد پیشدادیان، در دوران ساسانیان که مثلا اسلام به ایران مثلا چیره شد، ولی ایرانی ها باز هم برگشتن و شهریاری خودشون رو دوباره. الو قطع شد بلا فاصله، رد پاره میگیرن و قطع میکنن. هموطنان عزیزم، روی سخنم با اونهاست که 28 مرداد رو ول نمیکنن، همچنین دستشون به این بیزه های 28 مرداد بدجوری عادت کرده، خوششون اومده، بدونن که سوء استفاده جنسی از رژیمی که اینها روی کار آوردن و دارن ازش حفاظت میکنن، سوء استفاده جنسی از کودکان کار توسط عوامل رژیم خونخوار اسلامی بر اساس یک پژوهش، نتایج یک پژوهش که در سطح ایران انجام شده، بیش از 72% از کودکان کار مورد آزار و تجاوز جنسی صاحبان کار قرار می‌گیرند. یک پژوهش میدانی بر روی 1585 کودک کار خیابانی در گروه سنی 6 سال که به منظور اطلاع از وضع خانوادگی این کودکان صورت گرفته، بیش از 48% این کودکان مورد آزار و اذیت جسمی قرار می گیرند و نشان می دهد که بیش از 70% این کودکان از سن 6 سال تا 12 سال توسط صاحبان کار خود مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار گرفتند. بیش از این یک گزارش رسمی نشان می‌داد که 71% از کودکان کار مورد بررسی بهزیستی، مورد کودک آزاری و تجاوزات جنسی قرار گرفته بودند، که 40% آزار این کودکان به صورت‌های بسیار شدید جنسی بوده. حالا هی به 28 مرداد و بچه‌های ما رو دارن از 6 سالگی تو خیابون بهشون ارومزاده ها تجاوز میکنن، تو واسه اینکه تریاک تو شیرت و قلقلی تو اینا تو بهت برسونن، آخه خجالت بکش با اون کلاکیس احمقانت، مردی که کسافت. موسوی دونه دونشون رو دارم امروز بس کردنی میزن. خب این تلویزیون نباشه که اون یکی که داره دائما سبز بازی و اون یکی هم که توده‌ای ها و تمام برای بچه های قدیمی رو آورده و دیگه قشنگ همشون از دارن یه دونه خط رو میرن و همش هم نشسته از آقای شبخیز تعریف میکنه، رفیقمون شهرام و آقای امیرقاسم، دیگه همشون با